بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد درس هفتم ما در مضمون تاريخ تشریع اسلامی اجماع صحابه کرام قبلا در درس های گذشته ما روش صحابه کرام را گفتیم که اونها از چی چیزها در استنباط احکام یا گرفتن احکام استفاده می گفتیم که اول از قرآن کریم و دوم از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها به خاطر صدور حکم یا صادر کردن حکم استفاده میکردند و هنگامی که موضوع یا حکم یک مسئله در قرآن کریم و یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی بود باز صحابه کرام اجماع میکردند و در رابطه به یک موضوع و یا حکم یک موضوع اتحاد و اجماع می کردن و اتفاق نظر را در او مورد،, مورد صادر میکرد اجماع صحابه کرام یکی از مصادر تشریع اسلامی شمرده میشه در عصر صحابه کرام به این معنا که اونها در کتاب الله جل جلاله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم حکم کدام موضوع را پیدا نمیکرد. بزرگان صحابه کرام که در رأس اونها ابو بکر صدیق و عمر ردیلانهو بودن اونها صحابه کرام را و خصوصا کلانا و بزرگان صحابه کرام را جمع کردند با در نظر داشت مصالح عامه و اصول کلی شریعت در رابطه به حکم یک قضیه اونها نظر می گفتن و حکم امو مسئله را استنباط و استخراج می و بالاخره در او مورد اتفاق و اجماع می کردن ای شیوه سوم یا مصدر سوم در تشریع اسلامی در عصر صحابه کرام بود یعنی وقتی که حکم در قرآن کریم و حدیث پیامبر نمی بود مصدر سوم به خاطر صدور حکم یا پیدا کردن حکم اجماع صحابه کرام بود اجماع چی را گفته میشه در لغت مصدر است به دو معنا استفاده میشه اول خو اجماع مصدر است اجمع یجمع و اجماعا فهو مجمعون اجمع اجماع کرد یجمع اجماع میکنن اجماعا به اجماع کردن یعنی مصدر است و به دو معنا استفاده میشه یک به معنای عزم و اراده و قصد معکد که در رابطه به یک چیز انسان قصد بکنه و اراده بکنه گفته میتونه که اجماع تو علا کذا ما به فلانی چیز اراده کردم و در محاورات عربی و در کلام عرب هم ای کلمه یا کلمه اجماع به خاطر قصد و اراده استفاده میشه مثلا گفته میشه که اجمع فلانون علی سفر فلانی قصد و اراده سفر کرد وقتی گفته میشه که او اراده و قصد سفر داشته باشه یا نیت جدی به خاطر سفر داشته باشه باز اردتو تو یا قصد تو ایر استفاده نمیکنه بلکه اجماع تو یا اجماع ایره استفاده میکنه می که به معنای عزم و قصد بسیار جدی و معکد استفاده می شن. و در قرآن کریم هم امی معنا استفاده شده فاجمعوا امرکم و شرکاءكم شما در رابطه به موضوعتان در رابطه با کارهای خود تصمیم بگیرین و هواداران خود را هم فرا بخوانین یعنی اینجا هم به معنای تصمیم و اراده و قصد است معنای دوم که اجماع به آن استفاده میشه یا استعمال میشه به معنای اتفاق و یک جا شدن گفته میشه که اجمع المسلمون علی کذا مسلمانا به فلانی مسئله یا در فلانه موضوع با هم اتفاق کردن و یا جمع شدن و یا وحدت نظر دارن ای به معنای اتفاق و یک جا شدن هست پیامبر صلی الله علیه و سلم هم امی معنا را در حدیث خود بیان کرده لا یجمع الله هذه الامة علی الضلالة ابدا خداوند جل جلاله ان امت را هیچ وقت به دلالت و گمراهی جمع نمیکن عن انها جمع نمیشو پس من ااعمعنا دوم اجماع به معنا جمع شدن, ویا ویا شدن و ا اتفاق و ا یکجا شدنو وحدت هم استفاده میش یعنی لا یجمع الله هذه الامه خداوند اتفاق نمیت این امت را یا جمع نمیکنه خداوند این امت را به گمراهی اما ما که کدام معنا را هدف داریم یا مقصود ما هست در درس و در این موضوع او معنای دوم است یعنی اجماع به معنای اتفاق به معنای یک جا شدن که ما میگیم اجماع صحابه کرام یعنی اتفاق صحابه کرام در رابطه با یک موضوع ما که میگیم اجماع صحابه کرام یعنی یک جا شدن صحابه کرام در رابطه با یک موضوع و اظهار نظر در او موضوع و یا اجماع مجتهدین معنایشی است که اتفاق مجتهدین و در اصطلاح اجماع علمای اصول فقه در معنای اصطلاحی اجماع نظریات مختلف را ارائه کردن و این نظریاتشان به اساس امو شروط و شرایطی که و شروط که اونها به خاطر اجماع وضع کردن که مثلا مشتهد باید چی شروط داشته باشه و اجماع باید چی شروط داشته باشه به با اساس امو شروطی که به خاطر مشتهد و به خاطر عالم و همچنان به خاطر اجماع اونها شرط های را وضع کرده به اساس امو شرطها ها تعاریف مختلف را اونها ارائه کردن یعنی وقتی که یک عده از علما به خاطر اجماع شرایط یا شروط مختلف را وضع کرده و بیان کرده پس تعریفشان هم به اساس امو شروط بیان شده و علمای دیگه که مثلا برای اجماع شرایط یا شروط دیگه وضع کرده اونها به اساس امو شروط خود تعریف اجماع را به شکل متفاوتتر از علمای دیگه ارائه کرده و بیان کردن پس ما به شکل کلی گفته میتانیم که اجماع عبارت از اتفاق مجتهدین امت محمد صلی الله علیه و سلم بر یک موضوع در هر زمانه از زمانه ها یعنی در یکی از زمانه ها که علما و مشتهدین امت محمد صلی الله علیه و سلم بر یک موضوع اتفاق بکنن ای را اجماع گفته میشن در این کدام زمانه خاص شرط نیست که ما بگویم تنها در زمانه صحابه کرام میتانه که اجماع صورت بگیره یا او را ما اجماع گفته میتانیم اما در عصر امروزی که علما و فقها در مورد یک موضوع اجماع و اتفاق نظر داشته باشند ایره ما اجماع گفته نمیتونیم بلکه عام است در هر زمانی که باشه امت محمد صلی الله علیه و سلم یعنی مجتهدین امت محمد صلی الله علیه و سلم در یک موضوع اتفاق بکنن ایره اجماع گفته میشن همچنان موضوع هم موضوع خاص نیست هر موضوعی که باشه اگر موضوع شرعی و دینی باشه یا موضوع اجتماعی باشه یا موضوع سیاسی باشه یا موضوع اقتصادی باشه هر موضوعی که باشه در اون موضوع علما و مشتهدین یک عصر اتفاق داشته باشن و اتفاق نظر داشته باشن ایره ما اجماع گفته میتونیم جمهور علما به این نظر یا به این اتفاق دارند که اجماع یک حجت شرعی است و ما اجماع را به حیث یک حجت شرعی قبول می و علما در این رابطه اتفاق داره و در دا این رابطه اجماع داره خودشان به این اجماع داره که اجماع دلیل است و در این رابطه در ابتدا ما گفته بودیم که آیات قرآن کریم که بر حجت بودن اجماع دلالت داره او یک آیت کلی و آیت جامع است که الله جل جلاله می فرماید الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول و آیت هم به دلیل بودن اجماع دلالت داره که شما اطاعت از الله بکنین اطاعت از رسول الله اطاعت از الله حجت بودن قرآن است اطاعت از رسول الله حجت بودن یا دلیل بودن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و اول الامر منکم اول الامر به دو قسم است یک اول الامر دینی ما هست که علما و مجتهدین است از اونها باید پیروی شود گپی اونها و نظر اونها در یک موضوع که اونها اتفاق داشته باشن او را باید ما قبول بکنیم و یک علماء یک علی الامر سیاسی ما هست که اونها رهبران و سلاطین و بادشاه های ماست فا این فی شیء این الی الله و الرسول اگر در چیزی باز منازعه کردین در چیزی اختلاف داشته باشین در قرآن نباشه در سنت نباشه و اجماع هم صورت نگرفته باشه در اون موضوع باز شما قیاس بکنین فرود دوه الله و رسول شما او را رد بسازین او را به الله و رسول یعنی به قرآن و سنت حکم او را از قرآن و سنت استنباط و استخراج بکنین که را ما قیاس میگیم و آیتی که در اینجا ذکر شده که به حجت بودن اجماع دلالت داره این آیت است که الله تعالی می فرمایه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول كسك مخالفة ميكون با رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذيك برئو هدايات راه هدايات راه درست وراه واضح برش روشن شد بعد از او هم ای از رسول صلی الله علیه و سلم مخالفت میکنه و یتبع غیر سبیل المؤمنین و راه را انتخاب میکنه که او راه مسلمانان نباشه راه نباشه که در اونجا مسلمانا با هم اتفاق داره یا نظری را اختیار میکنه که در اون نظر اجماع مسلمان ها اجماع علما و دانشمندان مسلمانان نباشه نوالیه ما تولا او را ما میبریم به کدام طرف که خودش میره و نسلیه جهنم و در آخرت باز به جهنم او را داخل میکنیم و ساعت مسیر ای بسیار جای بده هست و مسیر بسیار بده هست ای آیت دلالت میکنه به ای که اجماع یک حجت است چرا که الله جل جلاله مخالفت با رسول صلی الله علیه وسلم یک امری نابخشودنی و یک امر غیر قابل قبول پنداشته که کسی باید از رسول صلی الله علیه و سلم مخالفت نکنه و همچنان باید از راه مسلمان و از نظر مسلمان و از اتفاق مسلمان هم مخالفت نکنه هر کسی که از راه و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مخالفت میکنه او هم به جهنم میره و کسی که او از نظر مسلمان ها و از اتفاق مسلمان ها بیرون میشه او هم به جهنم میره پس مخالفت با رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخالفت با مسلمان ها یک جا ذکر شده یا به عبارت دیگه که مخالفت با مسلمان ها یا با علمای مسلمان ها و یا به نظر و اتفاق مسلمان ها اقدر بد و قابل وعید است مثل که مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم او هم بد و قابل وعید است و هر دو در یک وعید شامل شده و گفته شده که کسی که با پنبر خدا مخالفت میکنه او هم در جهنم داخل میشه و کسی که با مسلمانان مخالفت میکنه اجماع مجتهدین صحابه کرام در عصر صحابه کرام نسبت به دیگه زمانه ها یا اجماع دیگه زمانه ها آسان تر بود چرا آسان تر بود یکی که صحابه کرام در بین خود جمع بودن و با هم نزدیک بودن معمولا در یک موضوع زودتر با هم جمع می شدن و اتفاق نظر را صادر می کردند و یا تقدیم می کردند. و دومی که اونها یک جمع عادلی بود یک گروه عادلی بودند که در یک عصر و در یک زمان تحت عنایت و سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها تربیه شده بودند و اینها هیچ وقت در رابطه به یک موضوع به اساس اغراض شخصی و خواهشات نفسانی و یا اهداف دنیوی نظر را ارائه نمی کردن. پس وقتی که اونها در رابطه به یک موضوع نظر می گفتن هدفشان رضای خداوند و حل مشکلات امت اسلامی بود امام غزالی رحمه الله گفته که جمهور علما که اونها خلف هستند و یا سلف هستند یعنی علمای سلف و صالح و علمای عصر جدید به عدالت صحابه کرام اینها اتفاق دارند و متفق هستند که همه صحابه کرام عادل هستند و ما ایرا در کتاب ها هم می که از کلهم عدول صحابه کرام همه ایشان عادل بودن و ای آیت هم در قدم اول بالای صحابه کرام صحابه اکران اطلاق میشه و به اونها دلالت میکنه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس همچنان ما شما را یک امت وسط یعنی معتدل عادل و وسط به معنای خوب و بهتر هم استفاده میشه یک امت خوب و بهتر و یا یک امت وسط و معتدل را شما را گرد... گشتاندیم و شما را گردانیدیم لتکون و شهدا اعلی الناس به خاطر که شما گواه و شاهد باشین به با دیگه مردم پس صحابه کرام صحاب... مردم عادل بودن و اجماع اونها قوی ترین اجماع به حساب میره و اجماع اونها آسانترین اجماع بود پس به این خاطر اونها وقتی که اجماع میکردند و یا اتفاق میکردن برای همه صحابه کرام و تابعینی که در او وقت بودن قابل قبول بود و به اثرهای بعدی هم قابل قبول است اجتهاد صحابه کرام و فتوای صحابه کرام مصدر یا منبع چهارمی که در عصر صحابه کرام بود یعنی وقتی که یک مسئله در قرآن کریم پیدا نمی شد و یا در حدیث پیامبر خدا نبود و یا اجماع صورت نمی گرفت با صحابه کرام در این مورد اجتهادات شخصی می کردن یعنی به این معنا یک صحابی در یک جای دور زندگی می کرد و اونجا مردم تابعین و مردم امو منطقه از اونها سوال میکردن و زمینه به خاطر اجماع فراهم نمی بود در این صورت امو صحابی نظر خود را و اجتهاد خود را برای مردم بیان میکرد و امو مسئله را طبق نیازهای شریعت از طریق بکارگیری اجتهاد اونها حل میکردن و مشکل مردم را مرفوع میساخت اجتهاد چی را گفته میشه؟ البته این را باید بگویم که صحابه کرام در رابطه به اجتهاد زیاد دلچسپی نداشتند. و این مسئله زیاد عمومیت هم نداشت مثل که استنباط از قرآن یا گرفتن مسئله از قرآن عمومیت داشت مثل که مسئله گرفتن از حدیث پنبر صلی الله علیه و سلم عمومیت داشت اجماع صحابه ای کرام عمومیت داشت اجتهاد صحابه ای کرام به شکل عام نبود و عمومیت زیاد نداشت و صحابه ای کرام هم زیاد کوشش نمی کردند که در یک موضوع نظر خود را ارائه بکنند چرا که می ترسیدند که در این رابطه کدام حکم غلط را صادر نکنند و چیزی دیگه ای که در اجتهاد در او وقت مطرح بود ای بود که در مسائل اجتهاد می کردن یا در موضوعات اجتهاد می که موضوعات واقعی بود یعنی چیزهایی که واقع شده بود و مشکل واقع شده بود به خاطر حل او مشکل اجتهاد می و فتوای خود را صادر می اما در مسائل فرضی و چیزهای فرضی که اصلا واقع نشده بود و یا حتی قابل وقوع نبود در او مورد اجتهاد نمی کردن یعنی مسائل فرضیه که مثلا فرزن این مسئله واقع شوه و حکم این مسئله چیز اتو یا به این شکل اونها اجتهاد نمی کردن و کوشش میکردن که در مسائلی که واقع نشده در اونجا اظهار نظر نکنه صرف اجتهادشان به خاطر ای بود که مشکلات مردم که واقع شده بود اون مشکلات را حل بسازن اجتهاد چی معنا داره؟ اجتهاد در لغت خو از جهد گرفته شده کوشش و تلاش تلاش زیاد و تلاش که حد آخری داشته باشه ایره ما اجتهاد یا جهد میگیم و در اصطلاح عبارت از بزل و از مسایی و جهد و تلاش و دقت در استنباط احکام شرعی عبارت از بزل مساحی جهد و جد و جد و دقت در استنباط احکام چی معنا داره اگر عبارت کمی سکتگی داره هدف است که عبارت از بذل یا مصرف کردن همه مصاحی و تلاش های خود و جد و جد خود و دقت خود در استنباط احکام شرعی که او احکام شرعی از دلایلی که اشاره شار... آن را دلیل پذیرفته باشه از او ما احکام را استنباط بکنیم را اجتهاد گفته میشه یعنی اجتهاد چی معنا وقتی که ما یک مسئله را از قرآن و حدیث پنبر صلی الله علیه و سلم توسط آخرین تلاش خود و جد و جهد خود و دقت خود او را استنباد میکنیم را اجتهاد گفته میشه پس عبارت از مصرف کردن تلاش خود و دقت خود در استنباط احکام شرعی از او دلایلی که او دلایل شریعت برای ما دلیل پذیرفته و دلیل قبول کرده که او عبارت از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است ایرا اجتهاد گفته میشه یعنی استنباط احکام و مسائل از قرآن و حدیث به تلاش خود ایرا اجتهاد گفته میشه یا به عبارت دیگه اجتهاد عبارت است از بکارگیری آخرین حد توان در شناخت و استنباط احکام از دلایل شرعی که ما تلاش خود را بکنیم اما آخرین تلاش خود را مصرف بکنیم تا که امو احکام را یا حکم یک مسئله را استنباط بکنیم از دلایل شرعی ایره اجتهاد گفته میشه پس مشتهد باید در در استنباط احکام و یا اجتهاد امو آخرین تلاش خود را به کار بگیره و بالاخره که احساس بکنه که دیگه ما عاجز هستم و دیگه توان ندارم که دیگه در این رابطه تلاش بکنم و نظر خود را و فکر خود را و علم خود را در این رابطه استعمال بکنم اجتهاد هم یکی از منابع و مصادر مهم شریعت اسلامی شمرده میشه و اجتهاد دلیلی است که اسلام یک دین سازگار و مناسب با هر زمان و مکان است یعنی اگر دروازه اجتهاد بند میشد و برای ما اجازه نمی بود که ما اجتهاد بکنیم به این معنا که این مسائل جدید و مشکلات جدیدی که در عصرهای آینده و یا امروز واقع میشه ما نمیتونستیم که حل اون مسائل را پیدا بکنیم پس دین اسلام برای ما دروازه اجتهاد را باز کرده تا که این دین با همه زمانه ها سازگاری داشته باشد این دا علما در عربی میگه که دین اسلام مرونت داره مرونت به مرن یک چیز مانند موم چیزی که مانند موم نرم باشه او را مرن گفته میشه مومه که مثلا اطفالی که از موم به خاطر ساتیری چیزهای مختلفی از او جور میکنه بعضی وقت از او اسب جور میکنه بعضی وقت از او مرغ جور میکنه بعضی وقت از او موتر جور میکنه هر رقم او شکل خود را تغییر میده پس دین اسلام به خاطر باز کردن دروازه اجتهاد این قابلیت ای را پیدا کرده که در هر زمان و در هر مکان قابل تدبیق باشه و به اساس نیازهای مردم و ضرورت مردم ما برای اونها مسائل را از قرآن و حدیث استنباط بکنیم و استخراج بکنیم و ای به این خاطر است که در زندگی بسیار از حوادث و اتفاقات جدید رخ می و این اتفاقات و این حوادث یک چیز محدود نیست که در این زمانه دیگه قطع شوه و دیگه کدام واقعه و حادثه بعد از این پیش نشوه که ما برای حوادث احکام را صادر بکنیم و دیگه حوادث نباشه بلکه حوادث نامحدود است تا روز قیامت شاید حوادث مختلف واقعات مختلف روخ بته اما احکام شریعت را که ما داریم در قرآن کریم و حادث پیامبر صلی الله علیه و سلم این احکام محدود است یعنی حکم مسائل یا مسائل ای محدود است پس ما نمیتانیم که کل مسائل را یا کل احکام مسائل را به شکل سریح در قرآن کریم پیدا بکنیم پس ما ضرورت پیدا میکنیم که در اموری که در اونجا نس نباشه او را ما از قرآن و حدیث استنباد بکنیم یعنی استخراج بکنیم او را قیاس بکنیم به اموری که در او نصب باشه و به با شرط که در علت با هم برابر باشه این را قیاس هم گفته میتانیم یعنی اجتهاد صحابه کرام و فتوای صحابه کرام بعضی وقت به اساس قیاس بود قیاس خو انشالله همه محصلین و محصلات میدانه که به معنای اندازه کردن و به معنای مشابهت هم و در اصطلاحی را گفته میشه که یک حکم حکم مسئله که او منصوص باشه او را ما به او مسئله بتیم و یا به او حمل بکنیم که در او نس وارد نشده باشه به بش شرطی که هر دو مسئله در علت با هم برابر باشه مثلا شراب حرام است یک مسئله منسوس است شراب حرام است اما پودر چرس ای غیر منسوس است حکم شراب را ما به پودر و چرس میتیم به خاطر که اردویشان در علت با هم برابر است که نشه آوردن یا نشه کردن است شراب هم انسان را نشه میکنه و چرس و پودر هم انسان را نشه میکنه پس وقتی که شراب حکم او در قرآن کریم بیان شده که او حرمت است حکم چرس و پودر هم حرمت است بخاطر که هر دویشان در علت با هم برابر است پس اجتهاد یا قیاس ای را گفته می شد و یا وقت حسابه کرام اجتهاد می کردن و بعد از علما یک حکم که یا حکم یک مسئله ای که غیر منصوص بود او موجود نبود در قرآن کریم و حدیث پیامبر خدا به خاطر امی مسئله اونها حکم را از قرآن کریم استخراج می کردن به این شرطی که مسئله ای که منصوص هست در قرآن کریم با این مسئله در علت حکم یکسان می بود پس در او وقت اینها قیاس و اجتهاد می کردن اجتهاد بر دو قسم هست. یعنی به دو قسم اجتهاد می شد یک قسم که تقریبا تشریح شد قسم اولشی بود که اخص و استخراج حکم شرعی از زواهر نصوص نصوص شرعی در صورت که محل حکم چنان باشد که نصوص شرعی آن را شامل شود یعنی به این معنا وقتی که یک مسئله در قرآن کریم بیان می یا یک قایده کلی بیان میشد جزئیات او را ما پیدا می کردیم و در او قایده شامل می کردیم مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام فرموده الاثم ما فی نفسک گناه او چیزی هست که در قلب تو در قلب تو شک را پیدا بکنه غم را پیدا بکنه اندوه را پیدا بکنه تردد را پیدا بکنه پس یک حکم کلی را بیان کرده ظاهر این است به هم او افعال و کارهای شامل میشه که در قلب انسان تردد و شک را پیدا بکنه او گناه شمرده میشه اگر او گنا سراحتا در قرآن و در حدیث ذکر شده باشه و یا نباشه ما میتونیم او را در این حکم داخل بکنیم چرا که یک مسئله کلی بیان شده و ظاهر این است به همه جزئیات او شامل میشن و یا شکل دوم قیاس یا اجتهاد اما قیاسی بود که قبلا تشریح بود استخراج حکم از معقول و مضمون نس بدین معنا که در خود نس علت سراحتا ذکر شده باشه و یا عقلا قابل درک باشه و در عین حال محل حادثه طوری بوده باشه که علت در آن وجود داشته باشه ولی که نصب به آن شامل نمیگرده مثلا خداوند جل جلاله گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام و رجس من عمل الشیطان، اینجا نصب شامل چرس و پودر و ایروین و ای چیزها نمیشه تنها به شراب شامل است اما وقتی که ما بینیم در اینجا عقلا ما درک میکنیم که علت حرمت شراب ای است که انسان را نشه میکنه چرا که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ذکر شده از اینجا از این آیات عقلا صادر میشه قابل درک است و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتا ذکر شده که کل مسکرین حرام هر چیزی که نشه میکنه او حرام است پس اینجا علت سراحتا یا عقلا موجود است و امی علت در چیزهایی که محل حادث، حادثه هست در اونجا هم به شکل ظاهر و واضح دیده میشه که در چرس و در پودر و در هیروین نشه شدن و سکر موجود است پس ما این حکم را حکم حرمت شراب را ایرا بیرون میکنیم و به او چیزهای هم حمل میکنیم که در علت با شراب چی باشه یکسان باشه پس قسم دوم اجتهاد را ما قیاس هم میدانیم پس ما گفته میتانیم که اجتهاد به دو قسم بود یک قسم که ما یک حکم کلی را به جزیات او تدبیق بکنیم و دوم ای که یک مسئله منصوص نباشه و یک مسئله دیگه منصوص باشه ما حکم مسئله منصوص را به غیر منصوص بتیم به شرطی که هر دو ایشان در حلت با هم برابر باشند به می اندازه درس امروز کفایت میکنه بخش دوم درس هم انشاءالله تقدیم میشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکات